امشب به خاطر پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی دور هم جمع شد. در واقع انقلاب ما بزرگترین حادثه بعد از حوادث صدر اسلام بوده. این جشنی که ما می‌گیریم در واقع جشن انسان و انسانیته، چرا که خداوند تمام آفرینش رو برای انسان خلق کرده تا اون آزادی و عزتمندی رو تجربه کنه. و این آزادی برای ما میسر نمیشد مگه با رهبری بزرگ به نام خمینی و ملت غیور به نام ایران. امروز شادمانی دهه فجر از آن کسانی که در طول سه دهه گذشته هر گونه مرارت رو برای نگهداری انقلاب به دوش کشیدن و باز هم به دوش میکشن. مردم ایران با به ثمر رسوندن انقلاب سندی همیشه ماندگار از خود در تاریخ به یادگار گذاشتن که مرور زمان نه تنها اون رو کمرنگ نمی کنه و از یادخانه می بره، بلکه با برپای جشن ها و آیین های متعدد این افتخار همیشه حفظ میشه. به همین مناسبت امشب برنامه های متعددی تدارک دیده شده که من عناوین اونها رو براتون میگم. ابتدا تلاوت آیاتی از کلام الله مجید که توسط حاج آقا احمدی قرائت میشه. در ادامه اجرای سرود ملی رو داریم. سپس دکلمه توسط بچه های کلاس اول مدرسه فردوسی. بعد از اون سخنرانی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران آقای دمیرچی رو بشنویم با هم. بعد اجرای سرود سنتی رو داریم، موسیقی سنتی رو داریم ببخشیم. در ادامه اجرای سرود بچه های مدرسه فردوسی رو داریم. بعد دکلمه توسط یکی از بچه های اجرا میشه. دوباره یه سرود دیگه داریم. بعد توسط دو تا دانش آموزامون لطیفه اجرا میشه. بخش دوم سرود سنتی رو خواهیم داشت. بعد اهدای هدایا و جوایز. بعد قسمت سوم سرود سنتی و در انتها پذیرایی شام. از قاضی محترم قرآن حاج آقا احمدی خواهش میکنیم که تا با قرائت آیات چند از کلام الله مجید محفل ما رو نورانی کنند. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you.
پسر همه شیطون سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم و هم خدمت حضار محترم سلام سالگرد پیروزی با شکوه انقلاب اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز و گرامی. خیلی مقدم عرض می کنم خدمت سروران موزق در محفل باشکو، ایرانیان عزیز و ارجمند، همکاران محترم سفارت، علمای بزرگوار حاضر در مجلس، معلمی و کادر آموزشی مجتمع آموزشی فردوسی، بازرگانان محترم ایرانی و همه عزیزان حاضر در این جشن باشکوه، خداوند متعال را شاکر هستم که در دومین جشن پیروزی انقلاب در دوره ماموریتم در تفلیس خدمت ایرانیان بزرگوار هستم. خیلی خوشحال هستم که جشن امسال رو در این سالن باشکوه در این ساختمان مجلل که گوشه ای از عظمت کشور بزرگ ایران و تمدن کهن ایران رو به نمایش گذاشته میزبان هموطنان ایرانی هستیم. من اجازه میخوام اشاره داشته باشم به روابط ایران و گرجستان در طول یک سالی که خدمت عزیزان ایرانی بودم و میخوام خیلی اختصار اشاره داشته باشم به چند موضوع در روابط و خیلی وقت عزیزان رو نخواهم گرفت و برنامه‌های متنوعی برای جشن امشب در نظر گرفته شده که سعی میکنم فرصت بیشتری در اختیار دوستانی که برنامه‌های دیگر رو اجرا خواهند کرد قرار بگیره و به نحو احسن بتونید از فرصتی که برای جشن در نظر گرفته شده استفاده ببرید. خوشبختانه در طول یک سال گذشته ما در بخش اقتصادی شاهد توسعه مناسبات تجاری دو کشور بودیم، گرچه میزان مبادلات تجاری ایران و گرجستان متناسب با ظرفیت‌های کشورمون نیست و ما انتظار بسیار بیشتری از بازرگانان خودمون، از دست‌اندرکاران اقتصادی خودمون داریم و تلاش ما این هست که زمینه حضور هرچه بیشتر شرکت‌های ایرانی در بازار اقتصادی گرجستان فراهم بشه. برای رسیدن به این هدف در طول سال گذشته برگزاری نمایشگاه‌ها، مبادله هیئت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفته که مهمترین اونها نمایشگاه ماشین‌آلات و محصولات صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تفلیس بود که به شکل مناسبی برگزار شد و زمینه‌ای برای ورود شرکت‌های ایرانی به بازار گرجستان به ویژه در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی رو فراهم کرد. امروز ما شاهد این هستیم که از مبادلات صرف تجاری وارد مرحله‌ای شدیم که شرکت‌های ایرانی علاقمند به کارهای ماندگارتر و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی هستند. ما امروز با افتخار شاهد تردد خودروهای ساخت ایران در خیابان‌های تفلیس هستیم. امیدوار هستیم که حضور محصولات ایرانی در بازار گرجستان روز به روز پررنگ‌تر بشه. در بخش فرهنگی ما شاهد مبادله هیئت‌های فرهنگی و علمی متعددی بین دو کشور بودیم. توافق‌های خوبی بین دانشگاه دولتی تفلیس با دانشگاه‌های ایرانی صورت گرفته در زمینه به ویژه مبادله استاد و اجرای برنامه‌های آموزشی و علمی. برگزاری نمایشگاه‌های هنری در گرجستان و همچنین ایران از
برنامه هایی هست که در طول سال گذشته ما شاهد اون بودیم، مبادله هیئت های متعدد ورزشی از جمله مواردی هست که در این بخش قابل اشاره هست. در بخش سیاسی علارغم تبادل هیئت هایی که وجود داشته به دلیل نوع گرایش ها و تمایل های سیاسی حاکم بر ایران و گرجستان ما انتظار بیشتری از روابط داریم و میتونیم بگیم که بخش سیاسی همپای بخش اقتصادی و فرهنگی نتونست حرکت بکنه و امیدوار هستیم که در این بخش هم تحرک بیشتری رو داشته باشیم، زیرا این بخش ها مکمل یکدیگر هستند و در کنار هم میتونن شرایط رو فراهم بیارن که ایران و ایرانی ها حضور قوی‌تری رو در گرجستان داشته باشن و به یک سطحی از روابط پایدار در روابط ایران و گرجستان دست پیدا بکنه. یکی از موضوعاتی که برای هموطنان عزیز ما میتونه جالب توجه باشه نوع تعامل همکاران ما در سفارت با ایرانی هایی هست که بندهای مختلف با بخش های مختلف بیشه با بخش اقتصادی و بخش کنسولی سفارت در ارتباط هستند. میتونن با جرأت که در این بخش ها تعامل بسیار خوبی داشتیم، علاوه بر این که سرعت کارها بیشه در بخش کنسولی ما افزایش پیدا کرده، در نوع تعامل سفارت با ایرانی ها هم شاهد یک تحول هستیم و هموطنان عزیز ما در برنامه های متنوع مذهبی، ملی و فرهنگی که اشکال و همهای مختلف برگزار شده مشارکت فعالی داشتن و امیدوار هستیم که همین روند در آینده هم ادامه پیدا بکنه. ما به عنوان افرادی که متعلق به کشور بزرگی به نام ایران هستیم بدون توجه به جایگاه شغلی، بدون توجه به اینکه آیا کارمند دولت هستیم یا نه، نماینده یک ملت بزرگ و تمدن ارزشمندی که خود منشأ خدمات بسیاری به تمدن بشری بوده هستیم و باید تلاش کنیم که نماینده شایسته‌ای برای ایران عزیز باشیم. ما انتظارمون این هست که ایرانی‌هایی که در بخش اقتصادی در اینجا فعالیت دارند به گونه عمل بکنند که علاوه بر این که سودی نصیب خودشون میشه، سودی نصیب شرکت‌های خودشون میشه، کمک بکنن به افزایش ثروت ملی، کمک بکنن به توسعه کشور و کمک بکنن به ارائه تصویری هرچه بهتر از ایران و ایرانی در گرجستان. من وظیفه خودم میدونم از تمام عزیزانی که در برپایی این جشن باشکوه تلاش داشتن تشکر بکنم، همکاران عزیزم در سفارت، معلمین بزرگوار مجتمع آموزشی فردوسی، ایرانیان فعال و مهم در گرجستان که با حضور باشکوه خودشون باعث رونق این جشن شدن، ما علاوه بر میهمانان عزیزی که معمولا در مراسم های ما شرکت دارند امشب میزبان میهمانان ویژه هستیم که برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این جشن زحمت سفر رو پذیرا شدن. ما امشب میزبان گروه موسیقی همدلان هستیم که برای ایجاد و تعمیق همدلی هرچه بیشتر بین ایرانی ها با مساعدت بزرگواران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکر دادن و امشب
خدمتشون هستیم و استفاده خواهیم کرد از برنامه‌های متنوعی که در نظر گرفتن. من همینجا اشاره می‌کنم که در روزهای آینده در تفلیس برنامه کنسرت موسیقی توسط همین گروه اجرا خواهد شد که انشاءالله در برنامه‌ها خدمت عزیزان هم ارسال خواهد شد. انتظار داریم که در اون برنامه هم حضور فعالی داشته باشند همه عزیزان ایرانی که حاضر هستند و یا ایرانی‌هایی که به هر دلیلی در این جمع حاضر نیستند. با تشکر مجدد و با آرزوی سلامتی و توفیق هرچه بیشتر برای ایرانی ها از خداوند متعال مسئلت داری. همواره ایران سربلند، ایرانی سرافراز و پرچم زیبای کشور ما در افتضاح سر اصلا. بعد اون جمع‌آوری میشه و حالا چون فکر کنم سه تا رو همه بتونیم بنویسیم اون سرودایی که مطمئنم خب تمام خوب ترین ها به سه می دانم از خوب ترین ها
بحر مرا باز کن، دی زمانیست که آرامیم. عرف بزن ساقه هاست در یک صحبت طولانیم. Good boy.
Thank you.
شانس ما رو هدیه دونه باید لحظه خواهش می‌کنیم که به جایگاه میان تا شاید اجرای سوده قشنگ باشه. رفتن سازشون رو بذارم سرم ببخشید تا فراموش نکردم برای مونت برای که کسی که میخوان تو مطلبان شرکت کنم ما بعد این موسیقی بعد این سرودی که الان بچه‌ها اجرا میکنن یه دکتره داریم بعد یه سرود بعد سرود دوم دیگه جمع آوری میشه و اعلام نتیجه میشه Thank you.
زادگاه استالین همین جاست که ببینید بینندگان عزیز، بابا باشید کانال هم عوض نکنید. گورین منطقه پر از برف و